اقتصاد ما آغاز گردید و من خالد بارکزای در این برنامه خدمت شما حضور دارم. شما میتونین که برنامه های افغان بزنس را از طریق فیسبوک افغان بزنس تیوی حضور پیدا بکنین و در اونجا بیننده باشین و همچنان دیدگاه و نظریاتون را سهیم بسازین. شما میتونین از طریق یوتیوب افغان بزنس تیوی در اونجا هم حضور پیدا بکنین، آرشیف بیشتر برنامه ها را در نزد خود داشته باشین. منتظر دیدگاه ها، کامنت ها و نظریات خوب و سودمند شما برای تغییرات بیشتر برنامه های افغان بزنس هستیم. در این برنامه امروزی اقتصاد ما باز هم میپردازیم بالای وضعیت بانوان و زنان در افغانستان میخواییم صحبت بکنیم. امروز میخواییم در برنامه اقتصادی ما در مورد وضعیت اقتصادی زنان، وضعیت امنیتی زنان، وضعیت سیاسی زنان و حضور زنان در ادارات دولتی حکومتی و همچنان حضور پررنگشان را در سکتورهای خصوصی و کاروبار تجارتی و سرمایه گذاری میخواییم صحبت بکنیم. میخواییم کمی هم سر بزنیم به ولایت غور و در اونجا از وضعیت بانوان و زنان افغانستان رو گاهی پیدا بکنیم. ما پس از این مصمم بر این هستیم تا به جای جای افغانستان حضور پیدا بکنیم، به شهرها، قصبات، روستاها و ولسوالی‌ها و ولایت افغانستان بریم و همچنان از وضعیت زنان افغانستان، از اقشار متفاوت مردم افغانستان رو گاهی پیدا بکنیم. امروز خوشبختانه بانو پری جسور غوری فعال حقوق زن با ما هستن و در مورد موضوع امروزی که در ابتدا برای شما ذکر کردم بیشتر با ایشان صحبت میکنیم. خیلی خوش آمدین بانو غوری، وقت بر شما خوش. تشکر، سلامت باشید. بین در ابتدا کمی میخوایم بریم به غور حضور پیدا بکنیم، پس از اون مسئله دیگر را میپردازیم. میخوایم در مورد رشد و توانمند شدن بانوان و زنان و دختران غور کم صحبت بکنیم که آیا تغییراتی در وضعیت زنان غور و بانوان غور توانسته با وجود بیاید؟ آیا تمایلی برای ادامه تحصیل، کاروبار تجارت، سرمایه گذاری و یا حضور در ادارات حکومتی وجود دارد یا خیر؟ تشکر، سلامت باشین. تشکر از شما که برای ما وقت ماندین در برنامه تان بیاییم. ما از دولت فعلی جهان سپاس، ما آرزویی را داریم که قسمی که همیشه بانوها را در قسمتی سیاست، در قسمتی رشد اقتصاد سمیه دادن. خانمای غور همیشه در تلاش ازی هستند که رشد کنند، درس بخوانند. جامعه غور یک جامعه سنتی است که زیادتر خانما و نارزویی که دارن زیادترشان به او هدفی که دارن موفق نمیشوند. اما خوشبختانه ما افتخار میکنم که مثل فامیل ما و چند فامیل دیگه هست خانمایی که توان ازی را دارن که بروند بیرون درس بخوانن، به سیاست دست بزنن، به اقتصاد کار کنن، هستن که اونا را حمایت شوند. من خودم خوشبختانه از غور که زمانی 2 سال میشه من در کابل هستم، من از بسیار از زینه های پایین تجارت شروع کردم که فعلا من لیلیه دارم، خودم شخصی کار میکنم، دخترها هستن با اونجا، با اون لیلیه من به دختران نهاد جور کردم که خانما میتوانن از طریق همین نهادهای کوچک، از طریق همین بیزنس های کوچک که اقتصاد رشد میدینه کار کنند. خیلی خوب، کار آنچنانی که باید برای توانمندسازی بانوان و زنان غور صورت میگرفت از سوی حکومت، آنچنان تغییرات را شما مشاهده میکنین یا فقط یک تعداد محدودی از بانوان و زنان به مثل شما هستند که توانستن رشد بکنن؟ در ولایت غور متاسفانه بسیار کم است، چون کسی توجه نداره. در هر ولایتی که من سفر کردم و دیدم خانما زیادتر از ریاست ها هستن دیگه کار میکنن. خانمای ولایت غور ما خوشبختانه بگم یا بدبختانه بگم، ما در کل ریاست ها 2 خانم ریاست داریم که دو خانم که میگم زیادتر بانوی دیگر را رشد بتینه، در 4 طرف از اونها 4-5 تا بانو است که اونا را حمایت میکنه. اگر دولت توجه داشته باشه در غور، زنای غور بسیار زنای با ظرفیت هستند، اونا قالین باف هستند، اونا صنایع دستی خوب دارن. اگر درست است پنتون اونجا وجود نداره، یک تعلیم و تربیه است. خانم‌ها وقت از مکتب خلاص میکنن، اونا شامل همو تعلیم تربیه میگردن که درس میخوانن. اجازه فامیلی شاید زیادتر نداشته باشن که قسمی بیشتر گفتم مردم سنتی هستن و یک اینستیتوتی دارن که اون قابلیتی است، زیادتر خانم‌ها در اون علاقه دارن و میرون دیگه. حکومت وحدت ملی زمانی که شکل گرفت، یکی از وعده هایش این بود که بتونه مساوات و برابری را در تمام مردم افغانستان، در میان تمام ولایت های افغانستان به وجود بیاره. غور چقدر توانست مستفید بشه از وعده های حکومت وحدت ملی؟ اگر مستفید نشده و امروز وضعیت مورد قناعت نیست در بیشتر موارد در غور، چرا حکومت علاقمندی نشان نداد از دید شما بانو غوری؟ غور مدت 17 سال میشه که دمو همیشه در وعده های حکومت
فقط دمو وعده که داده اینا دمو آرزوی وعده ها ماندن، کسی توجه نداره. در غور که هر کس زمان کمپاین میشه ما تا هنوز برق هم نداریم، سرک هم نداریم، سرک ما خامه است، برق ما که تا هنوز ما دریایی که بسیار کلان داریم از دریای هیرایرود که میگن هیچ کس اصلا از دریا دیگه ما فایده نگرفتیم که دقل برق داشته باشیم. زمانی کمپاین میشه جناب رئیس جمهور، جناب کسانی که دیگه کاندید ریاست جمهوری هستن، اینا کلگی میان در غور. مردم غور مردمی هستن که عقب مانده نیستن، عقب افتاده هستن، که از ولایت دور افتاده است از پایتخت. هر کس که زمان کمپاین شاد اونجا می آید، ما برای شما یه خدمت می کنم، وعده های رنگ و رنگ با مردم ما میگن و مردم ما امیدوار میشن. اما اجرای عملی نمیگرده بیشتر، هیچ وقت عملی نمیشه. و حتی جناب وکیل صاحبای ما که زمان کمپاین میشه کلگی توجه دارن، امیال غور چند ولسوالیش به دسترس طالب هاست، هیچ کس توجهی نداره. این من نمیفهمم که مشکل مردم ما حرکت میکنن، چون مردمی هستن که امو توان ازیر ندارن حرکت کنن بیاین در کابل. در مغور دادخواهی میکنن، هرچی میکنن اما از اینجا معامله میشه. اگر از اینجا جنابای بلند پایه تصمیم بگیرن که کمک هم بکنن، بازو نمیفهم کی معامله میکنه که تا هنوز مادم. اگر بخوایم از فعالیت اداره های محلی در غور صحبت بکنیم، اداره هایی که برای غور کار میکنن و در خود غور فعالیت دارن، اینا چقدر موفق بودن در کار بارشان در غور؟ چرا نتونستن صدای واقعی غوریان را برسانند به مردم و حکومت؟ شاید اگر زورگویی هست که اینا را نمیمانه صدای شرکت کسی صدای اینا را انعکاس بده. و اگر نه خود زیاد جوانای هستن، دختر خانمای هستن، دادخواهی میکنن به خاطر حقوق خود، خو همیشه همراه هم رسانه ها همکار هستن. اما ای که غوریا زیادتر، چند وقت ما پارسال زمستان من خودم یادم میاد که کل غوریا خانما زن و مرد به خاطر برق و سرک به سرکا بیرون شدن. اما متاسفانه در کابل که من را مطمئن هستم که حتما توجه صورت میگیره، یکی یکدم پروژه زیاد گم میشه، کار زیاد انجام داده نمیشه، این دلیلش نمیفهمم. خیلی خوب، بین از آمار بانوان و از زنانی که درس میخوانن و یا تحصیل میکنن در غور کم صحبت بکنیم. چقدر شور اشتیاق وجود داره تا ادامه تحصیل بکنن غوریان و بانوان غور؟ چقدر نهادهای تحصیلی است، چقدر پوهنتون است، چقدر مکاتب فعالیت میکنن؟ مکتب به داخل شهر خوشبختانه خوب فعالیت داره. دختر خانما کلگین مکتب لیسه سلطان رازی غوری که گنجایش زیاد شاگرد داره هستن. و پنتون ما یک تعلیم تربیه داریم و ادبیات. شاید زیاد دخترها هستن که طب بخوانن، حقوق بخوانن، اما رشته های دلخواهش به او امکانات کمی که اونجا هست هیچ وجود نداره. و اونا دلیل همی میشه که شاید زیادتر خانما به او ادبیات تعلیم تربیه علاقه ندارن، از مکتب که فارغ شدن به داخل خانه میشینن. دیگه توجه که وقتی نباشه اما مکتب و مکاتب هم دروازش بسته میشه. خیلی خوب، از مشکلاتی که در درون خانه و خانواده های مردم غور وجود داره بیاین صحبت بکنیم. بادر که این که شما گفتین که بیشتر جامعه غور سنتی است و بدون شک مخالفت های در درون خانه و خانواده باشندگان غور وجود داره، گراف این مخالفت ها چقدر وجود داره بانو غوری؟ چقدر در چه مواردی مداخله صورت میگیره؟ در چه مواردی از سوی اعضای فامیل در مقابل خانمشان و یا دخترشان و یا بانویی که بخواد کار بکنه یا تحصیل بکنه چگونه مشکلاتی خلق میگیره؟ در فامیل که هست، من براتون بگم که اگر دختر سنگسار میشه در غور است، دختری که خودسوزی میکنه در غور است. هنوزم وجود داره؟ هنوزم وجود داره. به خاطر اینمی است که خانمای غور امروز ما می فکر هستم کس اونا را فهمنده نتونست که جای تو تنها در داخل خانه ششتن نیست. جای تو برای این نیست که تو باید هر گپی کمو در زور و ستم سر تو شاورد یا کسی دیگه میگه که تو میکار کن، اصلا یق تو نیست. تو باید درس بخونی، کار کنی، زحمت بکشی. در غور تصمیم ازدواج در دست یک دختر خانم نیست. وقتی که یک طفل در دنیا میاد، اونجا چند مرد یک جا میشه، ولی را ما در نام فلانی میکنیم. پس دلیل خشونت خانم های نمی است که در خورده اونا ازدواج میکنن، در خورده در نام دیگه کس میشوند. و وقتی کلان شدن اونا میخواین که با تصمیم خود خواروسی کنن یا ازدواج کنن، اما متاسفانه اونا که میگن که ما همی شخص نمیخوایم یا از ما کلان است یا بی سواد است، ما تحصیل کردم،
او وقت فامیل که زیادتر مردم سنتی میگه ما تابوری مرا در نظر نداریم، ما انتخاب ما کردم، ما تو را دادم به خاطر ما، به خاطر برادر دمی کار قبول کن. پس او مجبور میشه، او دختر خانم وقتی که رضایت با یک مردی که چند تا خانم داشته باشه و سینش هم کلان باشه دیگه راه چاره نیست، مجبور یا دست به خودکشی بزنه یا خودسوزی کنه دمی کار دست. ما میخوام از این بدونم که با اون وضعیت اسفناکی که در غور وجود داره، اون وضعیت وخیمی که وجود داره، بانو پری جسور غوری چگونه توانست که رشد بکنه و در اجتماع حضور پیدا بکنه و امروز در مقابل رسانه ها بیسته و حق خواهی و عدالت خواهی بکنه؟ چه تفاوتی میان شما و خانواده شما و خانواده های دیگر در غور وجود داره؟ تشکر، سلامت باشین. من امروز در هر جایی که رسیدم از حمایت فامیلم بوده، تشویق برادر و پدرم بوده که مرا اونا، چون اونا زیادتر در بیرون زندگی کرده بودن، میدیدن که شرایط قسمی است که باید دختر خانم ها رشد کنند. ما شاید اولین دختر خانمی باشه از غور در میایم در مقابل رسانه استاد میشم و پرده تلویزیون حاضر میشم و مشکلات خانم های غور میگویم. تنها این تشویق فامیلم بود، ما قابلگی رو خوانده بودم و نمیشد. ما در سیاست علاقه داشتم، ما در ارگان های دولتی، ما در مقام ولایت بس جای وظیفه داشتم، چون مو حجاب میکرد که ما باید بیایم به او آرزویی که دیگه خانم ها دارن، اگه اونا نمیرسن ما برسم اونا رو رشد بدینم. ما امروز خوش هستم از فامیلم که به توانایی ما باور کردن. ما امروز در کابل آمدم، دیگه چند تا دختر خانم دیگه در کنار ما است و اونا نهاد ساختم و لیلیه جور کردم و یک تنها خودم نیست بلکه اونا رو عمل کریم. ممنون. وقفی کوتاهی را بیننده باشین، سریع خدمت شما. حکومت را میخواییم که دسترخان رئیس جمهور با دسترخان مردم فرق نداشته باشد. براتون وعده میتونم که ما عدالت و برادری واقعی را بین تمام اقوام افغانستان به وجود میارم. چیزی دیگه را که براتون وعده میتونم، تطبیق قانون است و او را از شخص خود شروع میکنم. واو، اتصالات خوابای ما را حقیقت می سازد. چی که پس بچم با مون بگو؟ اتصالاتی بار یک پیشکش ساده و ویژه دارد. آن در مشتریانه که سیمکارت اتصالات خود 7 روز در هفته استفاده نماین می تانند که 100,000 افغانی پول نقد جایزه به دست بیارند. واقعا که ساده و حیرت انگیز است. بیاین که استفاده کنیم. شما نیز می توانید یکی از مشتریان ما باشید که 100,000 افغانی را در هفته به دست بیاورید. فقط از سیم کارتتان استفاده کنید، پیام بفرستید، زنگ بزنید، از اینترنت استفاده کنید و یا یکی از بسته های هفتهوار و یا ماهوار اتصالات را فعال سازید و مشترک بعدی باشید که 100,000 افغانی را به دست می آورد. برای اشتراک 1 را به 3378 پیام کنید. با اتصالات آینده از شماست. از آمدن امروز خود بسیار خوش ممنون هستم. آزادی، 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 آزادی. عزیزی بانک ده هیواد ده خپلواکی ده سلمه کلیزی پا ویار تاسو تا مبارکی وایی. زندگی وقت زیباست که پر از تنوع باشد. معرفی بسته مشترک اینترنتی اتصالات، حالا 3 جی بی اینترنت، 500 دقیقه اتصالات به اتصالات و 500 پیام کوتاه کتبی را فقط در بدل 499 افغانی به دست بیاورید. برای فعال نمودن 499 را به 3378 پیام کنید. همچنان 500 دقیقه اتصالات به اتصالات، 500 جی بی اینترنت و 500 پیام کوتاه کتبی را فقط در بدل 299 افغانی به دست بیاورید. برای فعال نمودن M299 را به 3378 پیام کنید. عجله نمایید و بسته دلخواهتان را همین امروز فعال سازید. اتصالات آینده از شماست.
دوباره شما رو با خود داریم در ادامه برنامه اقتصاد ما. ممنون از این که تا باکنون بیننده و همراه بودین. تا لحظات دیگر بانو پری جسور غوری با ما هستند و در مورد وضعیت زنان و بانوان خاصتا در غور و در بیشتر ولایت‌ها و همشمول با ایشان بیشتر صحبت می‌کنیم. خانم غوری، بین عمومی حالا کمی می‌خوایم صحبت بکنیم. وقتی شما از غور آمدین به پایتخت حضور پیدا کردین و یا به ولایت‌های دیگر رفتین، جاهای دیگر رفتین، چه تفاوتی میان ولایت‌های دیگر و غور وجود داره؟ آیا فقط غور با مشکلات روبروست یا جاهای دیگر هم است یا در مرکز هم مشکلات وجود داره یا نه خیر مرکز توانسته تغییرات تأسیسی به وجود بیاره و این تغییرات چشمگیر و مثبت است و میتونه مورد قناعت شما باشه؟ ما که برای شما بیشتر اشاره کردم، من جای دیگر رفتم نسبت کل ولایت ها رو، من غور یک جای خیلی وحشتناک دیدم. جایی هست که دختر خانم ها نمیتوانند صدا را بکشند، دختر خانم ها نمیتوانند با اون لباسی که میخواهند بپوشند. ما آزاد خلق شدیم، باید آزاد زندگی کنیم. آزادی حق ماست. اما ما در هر ولایتی که رفتم، هرات رفتم، کابل که زندگی میکنم، فعلا مزار رفتم، ما غور بسیار یک ولایتی دیدم که وقتی من نام ولایتم یاد از اون مردم میاد دیگه خیلی تاثیر میگذاره. سر چقدر زمان نیاز است که غور بتونه تغییرات شکل بگیره؟ زیاد فاصله داریم برای تغییرات یا اینکه فرصت های خیلی کم است؟ قدم ها گذاشته شده، گام ها گذاشته شده تا اصلاحات و تغییرات را مشاهده بکنیم؟ من مطمئن هستم اگر جوان ها کلگ ما دست یک شویم، غور دیگه که 17 سال تغییر نکرده، چون ما امید با دیگه جا داشتیم، امید انتظار با مقام های بالا داشتیم که شاید اونا برای ما همه کارش و ما را رشد بتینن، همه اونا هیچ توجهی نکردن. و اگر جوان ها نسلی هستن که اونا تغییرات بیاورن، اگر اونها دست با یک شون، غور انشالله اگر با دیگه ولایت ها هم سرحد نشه و زودترین فرصت با هرات یکی میشه. خیلی خوب، بین از کار برای خودتان کمی صحبت بکنین. شما بیان کردین که لیلی دارین که خانم ها هستن، بانوان و دختر خانم ها هستن که شما همراهشون همکار هستین و در لیلی شما حضور دارن. کاروبار تجارتی تان کم صحبت بکنین، دیگر چه تجارت میکنین، چه فعالیت های اقتصادی را روی دست دارین و چقدر نفر را توانستین صاحب کار بسازین و میتونن که از این طریق رزق و روزی حلال به خود به دست بیارن؟ تشکر، سلامت باشین. من وقتی که پارسال کابل آمدم، دنبال از این جایی میگشتم که من باید یک جای آرام باشم که درس بخوانم. من همراه چند تا دختر خانم که یک جا شدم، با اونا گفتم برویم یک سرایی که آرامتر باشه، حولی او را یک جا کرا کنیم بشینیم و چند تا دختر دیگر هم مجز میکنم به نامی که ما لیلیه داریم کلگی بیاین. من خوشبختانم در اون اتاقی که به نام اتاق گرفته بودم، ما دو شو دو دختر بودیم و مدت یک هفته ما در 40-50 تا دختر رسید که من خودم در پنتون میرفتم دخترها را جذب میکردم که ما لیلیه داریم، کسایی که میخواین به اینجا بیاین. و دخترای زمانی که در لیلی آمدن، زیاد دو خانما بودن که وظیفه داشتن، جایی نداشتن در کابل. زیاد دختر خانمای بودن پنتونای شخصی میخواندن، اونا جایی نداشتن. من اینا را از قیمت مناسبتر با محصولات و وظیفه دارا جابجا کردم. خوشبختانه من از طریق رسانه بسیار جای خوب معرفی شدم که چند تا خانما را در پیرمود معرفی کردم و یکان دفترهای دیگه که کار نیاز داشتن با اونجا معرفی کردم. کسای محصول هستن که یک تایم درس بخوانن، یک تایم مامو پیسه بگیرن که دقل مصرف خودشان باشه، تا ما باید همیشه منتظر از این نباشیم که ما را کسی حمایت کنه. دیگه خوشبختانه لیلی ما تا هنوز رشد داره و کار فعالیت میکنه. دیگه تصمیم دارم به آینده، اقتصاد خوب است، هر دختر خانمی که تصمیم بگیره روش بتینه، تصمیم دارم روان جور کنم، خودم به زون غرف فعالیت کنه. دختر خانمایی را که از طریق لیلی با اونا معرفی شدم، نام خدا کلگه آدم های با شخصیت و توانای هستن، اونا بر ما وعده کردن که تو به هر کاری که قدم بمانی ما همراهت کمک میکنیم. چرا اینقدر علاقه وجود دارم بانو غوری؟ چرا اینقدر تلاش صورت میگیره از سوی شما؟ چرا اینقدر دوست دارین فعالیت داشته باشین، حضور داشته باشین، نهاد داشته باشین، لیلیه داشته باشین و یا به گفته خودتان صاحب روندی باشین؟ علت این شور و علاقه در وجود شما چی است؟ علتش همی است، من هرچی دردی دارم از ولایت خودم است که من امروز هیچ دختری را نمیبینم که در غور شاید یک تا دوتا نهاد داشته باشن، نه روند ندارن، اونا به تجارت دست نمیزنن. دیگه من خواهیم همی کارا را مکنم که وطنان من تنها غور نه، کل افغانستان به باور باشن. وقتی جسور تنها میتوانه کل یک مسئولیت کلان
وقتی ما یک 50 دختر رابریت کنم بسیار یک مسئولیت کلان است که وقتی ما میتونم اونها رابریت کنم شاید زیاد دختر خانم ها علاقه پیدا کنن که نمید یک طرفی بسیار رای کوچک است هم خدمت به خواهرای ما میشه هم اونها درس میخوانن ما افتخار میکنم و هم یک کار برای تجارت خودم میشه. ناتو و سازمان ها است. در کنار ناتو و سازمان ها وزارت تحت نام وزارت زنان داره فعالیت میکنه تا در تمام نقاط افغانستان حضور داشته باشن، حق خواهی بکنن، عدالت خواهی بکنن، مبارزه بکنن در قبال وضعیت بد زنان افغانستان. اینا چرا موفق نبودن از دید شما؟ این ناتو و سازمان هایی که به بهانه شما بانوان و زنان و دختران پول هایی را هم توانستن به دست بیارن، اما این تغییر اساسی نتونست شکل بگیره. به نظر ما موفق که بودن یا نبودن تا جایی که ما اینا رو موفق نمیبینم دلیلش همی است که اونا دست همیشه پاشخارده هستن یک جا کار نمیکنن یک جا تصمیم نمیگیرن افغانستان امروز عقب ماندگیش و یک کارایش پیشرفت نمیکنه همی است که دو کس با جان یک دیگر هستن ما همیشه تلاش می است که من نمیخوام جای یک بانوی دیگر رو بگیرم و جای ازو کار کنم من میخوام جایگاه خودم معلوم باشه من جایگاه خودم پیدا کنم دلیلی که ریاست امور زنا دیگه کار نمیکنه و خانمای مثل که ریاست امور زنای ما با 15 سال یک رئیس امور زنا داشتیم در غور چون اونمو یک دلیلی بود که خانمای دیگر را کسی نمیموند روش و کاری هم صورت نگرفت خوشبختانه ما تازه رئیس امور زنای داریم که ما در پیشی جدید تعیین شدن بله جدید تعیین شده پیش از اینکه تعیین شده باشه ما در پیشی نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات رفته بودم اولین گپ ما بر اونا او بود که چرا ما 15 سال میشه رئیس یک رئیس امور زنا داریم که اونا برای ما گفتن که ازی در بعد هر ریاست میتونه تا 5 سال مو شخص ریاست کنه از 5 سال بیشتر نمیتونه دیگه خوشبختانه اونجا خانم هم اشتراک کرد که موفقانه رئیس امور زنا شد امیدوار هستیم که اگه او رئیس امور زنا کار نکرده اینا بتانند چه نیاز داره به عنوان زنان افغانستان از دید شما؟ به چه گونه تغییراتی نیازمند هستین؟ تغییرات زنان ولایت غور همی است که باید پندون ایجاد شوه که اونا درس بخوانند وقتی ما یک جای تعلیم و تربیه داشتیم جای رشد است کسی از حق و حقوقشان اونا را فهمانده بفهمانه که شما جایگاه شما تنها خانه شیشتر نیست کار خانه نیست میتوانین بیرون براین کار کنین از حق و خود دفاع کنین خیلی ممنون بسیار تشکر بانو پری جسور غوری فعال حقوق زن ممنون از شما تشکر. سپاس این بود برنامه اقتصاد ما در این نیم ساعت دوباره خدمت شما پس از رفت و برگشت کوتاه برمیگردیم در برنامه مثلث فقر همچنان حضور خواهیم داشت تلاش برای توسعه اقتصادی کشور عرضه تسهیلات روان و مدرن بانک ایجاد ارتباط مالی در عرصه ملی و بین الملل ما هر روز به خدماتمان می افزاییم تا زندگی را برای شما راحت تر سازیم پاسخ شایسته و اعتماد مردم میمن با فقط بانک داریم اطلاعیه مالیاتی با اطلاعیه شفاخانه‌های خصوصی، دانشگاه‌ها و مکاتب خصوصی رسانیده می‌شود. برای حل مشکل بررسی مالیاتی و کاهش جرایم مالیاتی می‌توانند به شرکت صاحبی مراجعه کنند. شماره تماس 0728-10-10-10 آدرس شیرپور، سرک اول، خانه نمبر 1. گرانو هیوادوالو نسناسته ډیره خطرناک ناروغي ده او تر 15 کالو د کم عمر لرونکو ماشومان د مړینې عمده لامل ده نسناسته د بدن د مایاتو د ضایع کېدو له کبله کېدای شي د ماشومان د خوارځواکۍ او حتی د مړینې لامل شي میکروب په نسناسته د اخته ناروغ څخه د غیته موادو په واسطه چاپیریال ته خارجيږي او وروسته بیا دغه میکروبونه د مایاتو خوړو ګوتو مچانو او په غایته موادو د نورو ټولو ککړو شیانو او لوازمو لاره کولای شي د روغ شخص بدن ته ننوزي او کېدای شي هغه د نسناستي په ناروغي اخته کړي د نسناستي د شروع کېدو سره سم ناروغ ته هر څومره چې غواړي د معمول حد نه ډیر پاک او صحی مایات ورکړي په نسناستي اخته ناروغي کې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره خواړه لکه غوښه هګۍ ترکاری میوه او حبوبات په سمه توګه پاخه او نرم او په مایع ډول یې په ډیرو دفعاتو سره ناروغ ته ورکړئ
دوباره شما را با خود داریم. ممنون از این که بیننده برنامه اقتصاد ما در نیم ساعت